خانم ها آقایان سلام، من سید علی حسینی هستم. موضوع این قسمت شهرام مکری، حالا دقیقا ندارم تو ادیت میخوام اینو چی جوری بندازم اینجا، ولی خب شهرام مکری. خب اگه آمریکا کریستوفر نولان داره، ما هم مکری مزگان داریم. مزگان نمیدونم. در کل اگه کریستوفر نولان زمان رو جلو عقب میکنه، مکری همچون مومی زمان رو دایره وار تو دستش داره و علاوه بر زمان به اثر پروانه‌ای هم خیلی علاقه داره. اثر پروانه‌ای یعنی این که میگه یه پروانه یه جای کره زمین بال میزنه و همین اثر بال زدن جای دیگه ای از کره زمین تبدیل میشه به طوفان و همین میشه موضوع اولین فیلم کوتاه شهرام مکری به اسم طوفان سنجاقک. طوفان سنجاقک جایزه بهترین فیلم کوتاه از جشنواره فجر میگیره در سال 1381. اصولا هم مکری خیلی دست به فیلم کوتاه ساختنش خوبه، رکورددار این هستش از جشنواره فجر، 3 بار جایزه بهترین فیلم کوتاه رو گرفته و کلی هم جایزه داره از ترکیه و تاجیکستان و آلمان و نمیدونم فلان و اینا، خیلی هم داخلی مثل جشنواره فیلم کوتاه، خانه سینما و همسالم. در کل فیلم کوتاه های خوبی ساخته. من هر خلافکاری رو میگیرم، چه کور چه بینا، مخصوصا وقتایی که عصبانی هم باشم. اولین فیلم شهرام مکری اسمش هستش اشکان، انگشتر متبرک و داستانهای دیگر و چند داستان دیگه. هنوز مکری توی این فیلم به پختگی کامل نرسیده، هنوز نخ تسبیحش رو پیدا نکرده. اولین بار این فیلم در جشنواره بوسان کره جنوبی به نمایش در میاد، طبیعتا هم خیلی ازش استقبال میشه. فیلم اشکان بر پایه خرده روایت ها شکل میگیره، یعنی اول ما از یک نقطه فکر میکنیم داریم شروع میکنیم، ولی هرچی فیلم پیش میره میبینیم تو دایره های تو در تو و تو هم تو همین با یه همچین دایره های مواجه هستیم. از شهرام مکری در گروه سینماهای هنر و تجربه. و اما بهترین فیلم شهرام مکری، البته از نظر من، که نه تنها تو کارنامه خودش میدرخشه بلکه تو سینمای ایران هم یکی از نقاط برجسته و نقاط خوبیه، ماهی و گربه سکانس پلان هستش. سکانس پلان یعنی این که یه نفر گفته صدا دوربین حرکت و کات نداشته تا پایان فیلم، انگار یک تئاتر رو فیلم برداری کردن. ماهی و گربه داستانش راجب تقابل دو نسله، نسلی که مسنتر صاحب زمینه و در حصار قرار گرفته و نسل جوانتر که اومده رویاشو به پرواز در بیاره، ولی خب در آخر شکار میشه. ویژگی اصلی ماهی و گربه فیلمنامه مهندسی شده شه، انگار یه مهندس ساختمون اومده سانت به سانتشو با خطکش برنامه ریزی کرده، ثانیه به ثانیه، و همین باعث میشه که مخاطب گیر بکنه، مخاطب به دام بیفته، غرق فیلم بشه، هر لحظه منتظر اینه که ببین اتفاق بعدی چیه، هر لحظه منتظر اینه که وا چه نریشنی میخواد بازیگر بگه. راجب بازیگر اگه بخوایم صحبت بکنیم، بازیگرا با اینکه مشهور نیستن و از دل تئاتر برمیان، ولی خیلی سینمایی خوب بازی میکنن. اکت ها درسته، لحن ها منحصر به فرد، بازی ها به اندازه است، اغراق‌آمیز یا کمتر نیست. و اینکه فکر میکنم پدرام شریفی هم یکی از اولین فیلم های سینمایی که بازی کرد همین ماهی و گربه بود.
اینم بهتون بگم که با اینکه این مدل سناریو نوشتن خیلی سخته، ولی ما تمام جوابهایی که باید از فیلم بگیریم و سوالهایی که برای ما ایجاد شده در انتها میگیریم. یعنی در اصطلاح فیلمنامه چاله چوله نداره و پایان بندی فیلم هم خیلی خوبه. همین دیگه، تموم کردم. مکری در ادامه فیلم های تجربی و فرمالیستیش میره سراغ فیلمی که دوباره از تکنیک سکانس پلان استفاده کرده، ولی پر از نماده، کلی نماد داره. هجوم از تکنیک وویس اوور یا صدای ذهنی استفاده میکنه. راوی فیلم عبود آبسته که توی ماهی و گربه هم بازی میکردش. مکری این بار تونسته خیلی خوب فضاهایی که واسه سکانس پلان بودن فیلم، فضاهای خالی که وجود داشته به خاطر سکانس پلان بودن فیلم، رو به خوبی تونسته پر بکنه. داستانهای فرعی هجوم برخلاف ماهی و گربه تو یک وحدت کلی هستن با داستان فیلم و این خیلی نکته مثبتی هستش. شخصیت ها و پرسوناژ ها هم پیشرفته تر شدن، پیچیده تر شدن، چه از نظر اکت و عمل و چه از نظر ذهنی. علاوه بر اینها هجوم یه فیلم چند لایه است، لایه لایه است. داستان یه پیرنگ عشق عاشقی رو روایت میکنه، داستان قتل رو روایت میکنه، گوشه چشمی به فرق گرایی داره، نگاهی به طعنه هایی به خوناشامی داره، یه طعنه هایی به سیاست میزنه و علاوه بر همه اینها کلی نماد داره از فرهنگ ایران و فرهنگ اساطیری یونان که همه اینا باعث میشه یه مخاطب به خوبی درگیر داستان فیلم نشه، داستان فیلم رو متوجه نشه و خب این و داستان فیلم رو در نتیجه خوب نفهمه. آخرین فیلم مکری جنایت بیدقت نام داره. جنایت بیدقت یه فیلم جادوییه. همین جادوش داوره جشنواره ونیز رو هم میگیره و جایزه بهترین فیلمنامه اورجینال رو به شهرام مکری میدن و نصیب شهرام مکری میشه. جنایت دیگه خبری از سکانس پلان نیست، چرا که دیگه وحدت مکان نداریم، ولی دوباره پازل زمانی داریم. نگاه به زمان فراتر از اینجا و اکنون، بلکه در یک گستره 40-50 ساله. تو جشنواره ونیز گذشته هم شهرام مکری، ما ایرانی ها این افتخار رو داشتیم که شهرام مکری به عنوان یکی از داوران این جشنواره باشه، 10 تا 20 برگزار شد. همین بهانه ای شد که من این ویدئو رو براتون ضبط کنم. امیدوارم دوست داشته باشید. اگه تا اینجا ویدئو رو دیدید، خب لطفاً به یکی دیگه توصیه کنید، بفرستید، لایک کنید و کامنت بذارید از این چیزایی که یوتیوبرها میگن. دوستتون دارم.